آمریکا می‌خواهد سد پذیرش مهاجران را به 152,000 افزایش دهد. ادوارد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌خواهد شمار پذیرش مهاجران به این کشور را دو برابر سازد. سد پذیرش مهاجران در ایالات متحده در سال مالی 2020 میلادی به 62,500 نفر می‌رسد، اما اداره رئیس جمهور بایدن می‌خواهد سال آینده مالی آن را به 125,000 برساند، یعنی دو برابر. این در حالی است که هزاران مهاجر افغان در حالی در پایگاه‌های نظامی آمریکایی حضور داشته و در انتظار طی مراحل اسکان مجدد در این کشورند که شمار زیادی دیگر از آنان هنوز هم در افغانستان باقی ماندند. برنامه مهاجرت متمایز از سیستم پناهجویی است. مهاجرین در بیرون از این کشور درخواست می‌کنند و از طی مراحل ارزیابی گسترده می‌گذرند و سپس سند رسمی و منابع برای یک زندگی نو در ایالات متحده را به دست می‌آورند. خب البته برنامه مهاجرت میتونه در زمانهای مختلف صورت بگیره، میتونه که در زمان بحرانی باشه، اضطراری باشه و یا در زمانی که نفر حالتش راحت باشه، میتونه که در خارج از کشور درخواست بدهد و وارد آمریکا شه. اما پناهجویی یا پناهندگی قسمی است که پناهجویان میتوانن خود را به مقامات مرزی تسلیم کنن و بگن که از برگشت به کشورشان هراس دارن و وارد مرحله طولانی محاکمه آمریکا میشوند. خب پناهندگی قسمی است که نفر در حالت اضطراری و در حالتی که در معرض خطر باشد درخواست میدهد تا اینکه وارد ایالات متحده آمریکا و یا هر کشور دیگه شود. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده گفته است که حکومت این کشور بیش از 50,000 شهروند افغانستان را که از کابل انتقال داده شده اند خواهند پذیرفت. خب دوستان، اینجا دو مورد صحبت شد که یکی مورد مهاجرت بود و یکی مورد پناهندگی. مهاجرت زمانی بود که شما در هر شرایطی قرار داشته باشید میتونید که درخواست بدین، در سفارت مراجعه بکنید، ویزا بگیرین و بعد از تکمیل شدن مراحل کاری و اسناد شما میتونید که سفر بکنید. و اما پناهجویی در شرایط خاص هست. پناهندگی میدهد یا درخواست پناهندگی میدهد دی شرایطی است که نفر جانش در خطر است و از برگشت به کشورش نگران هست. البته این زمان میشه که شما میتونید مثلا ذکر شده گزارش که شما میتونید خود را به پلیس مرزی برسانید و در اونجا تسلیم بکنید که ما دیگه برگشت نمیکنیم. در اینجا میشه که پناهندگی یا پناهجویی را مورد بحث قرار بدیم. خب بسیاری ها سوالی رو داره که درست است که ما این خبرها را از رسانه ها دریافت میکنیم، اما چگونه میتونیم که ویزا یا امکان سفر را دریافت بکنیم؟ یک چیز صاف واضح برای بیننده ها و شنونده های عزیز بگم که آمدن با آمریکا و کشورهای غربی کاری آسانی نیست و به شدت سخت است. آوازه هایی که شما میشنوید که هر کس خود رسانده میتونه، در شرایط اضطراری تعداد کسایی که از میدان هوایی کابل تیر شدن این مورد کاملا استثنا است. بعضی کسایی بودن که بدون تذکره یا هر موردی که بودن اسنادشان گم اگر شدن یا اگر اسناد هم نداشتن خود تیر کردن، ولی در غیر از او هیچ گونه امکان آمدن نیست. شرایط قانونی واجد شرایط بدنش را شما باید طی بکنید و واجد شرایطش باشین تا اینکه به کشور را بیاین. مثلا اگر شما قراردادی آمریکا بوده باشین یا اینکه کارمند آمریکایی بوده باشین یا اینکه مترجمش بوده باشین یا اینکه امرای نیروهای آمریکایی کار کرده باشین یا اینکه امرای آیساف نیروهای بین المللی کار کرده باشید، شما میتونید که درخواست بدین. و گپ دومی که کسایی که امرای پروژه هایی که توسط ایالات متحده آمریکا فند یا تمویل شده باشه کار کرده باشید، شما میتونید که شامل از برنامه شوین، برای شما زمینه فراهم بکنه و یا همکاری از یابد باشین در پروژه هایی که در حال تطبیق بده. و همچنین کسایی که با رسانه های آمریکایی، با رادیو و تلویزیون یا صدای آمریکا اینا کار کرده بوده یا رسانه هایی که تمویل می شده کار کرده باشین، شما را میتونه که بر شما ویزا دریافت بکنه. مگه تمامی کسایی که در این پروژه ها کار کرده یا همکار ما بوده خودش نمیتونه خود معرفی بکنه، حتما کسایی باشه که در ایالات متحده آمریکا در خارج بده باشه. اگر مثلا در یک اداره کار کرده باشه، کارمندای سفارت بوده باشه، لیستش موجود است. اگر مترجم اینا بوده باشه، باید دمو اداره که کار میکنه همو اداره نام ترجمان خود روان بکنه. یا مثلا اگر دعای صافی نبوده باشه کارت خود نشان بده، یا اگر امرای امریکایی کار کرده باشه کارت خود باید نشان بده. و اگر لیستی از این نفر احیانا توسط او اداره روان نشده باشه، کسی که مترجم بوده یا کسی که امرای امریکایی کار کرده بوده یا کسی که در قوای بین المللی کار کرده بوده، در صورت اینا باید
اما مقامات بالایی را که امرایش کار میکرد اونا را پیدا بکنه، ایمیل بزنه تا که لیست شما را بس وزارت خارجه امریکا بده که وزارت خارجه امریکا از طریق سفارتهای خود دنبال بکنه و شما را پیدا بکنه. و دومیش که گفته که امروی پروژه هایش کار کرده باشه، یو ایس آی دی باشه یا مؤسسات آمریکایی باشه شما کار کرده باشین، در این صورت خود شما نمیتونه خود معرفی بکنید، باید همون مؤسسه خود پیدا کنید، ایمیل آدرسش مسئولش پیدا بکنید و خود معرفی بکنید تا اینکه لیست شما رو به وزارت خارجه امریکا بده. وزارت خارجه امریکا به سفارت های مربوطه روان میکنه و با شما تماس میگیره، ایمیل هم به شما میاد و شما رو خبر میده. یعنی خود شما نمیتونه خود معرفی بکنید. و حرف سومی که رسانه های آمریکایی شما امرایش کار کرده باشین، خود شما نمیتونید، باید توسط همون رسانه ای که کار کردین، رئیس همون رسانه، مسئول درجه یکش به وزارت خارجه امریکا ایمیل بزنه، نام و مشخصات شما رو بده تا اینکه او به سفارت راجع شوه و شما ایمیل دریافت بکنید. باید داشته باشین هرگاه شما در هر اداره ای که کار کرده باشین، وزارت خارجه امریکا ایمیل شما را یا ایمیل همو اداره را دریافت میکنه و وقتی کاملا مطمئن شد به سفارت روان میکنه، سفارت با شما تماس میگیره. اینی شرایط بود که ما برای شما خواستم مطرح بکنیم. خیلی ها فقط میگن که های معاهده فقط فرم بگیم، ما فرم پر بکنیم بیایم به آمریکا. چنین چیزی برای همه امکانش نیست. اینی شرایط خاصی هست که ما برای شما ذکر کردم. اگر هر کدام از این کاتگوری ها هستین، میتونید که شما عمو اداره ای را که کار میکردین با اونا تماس بگیرین تا اینکه شما را لیست شما را روان بکنه وزارت خارجه و بعدش سفارت و بعدش با شما تماس گرفته باشه. خب یک تعداد کسایی که اسنادش گم شده، گزینه ارتباط نداره، اینا چیکار بکنه؟ یک سلسله سایت ها را ما در اینجا برای شما میمانیم، سایت ها را ببینید، شما اونجا را چک بکنید، ایمیل های موجود هست تا اونجا ایمیل های خود را بزنید و با اسناد بسیار قوی شما ایمیل خود را روان بکنید. ممکن است بررسی شود، ولی چون تعداد زیادی از ایمیل ها آمده ممکن است زمانگیر باشه. پیشنهاد ما این است که شما باید همو سپورتر یا تمویل کننده شما که بودن، دونر شما بودن، اونا را پیدا بکنید، بهترین راه این است. و یک حرف دیگه ای که خیلی ها میگفتن که آقای معاهده چون خود در آمریکا رفته، اینا یک زمینه رو فراهم کن که ما بیاییم، یعنی برای ما هم کیس جور کن. باید داشته باشن آمدن به اینجا صرف توسط کسایی میشه که شهروند آمریکا باشه، در واقع شما رو دعوت بکنه، در غیر از امکانش نیست. خب یک تعداد کسایی هم هستن که فعالین حقوق بشر بودن، فعالین مدنی، هنرمندان یا بالاخره یک کسی بودن که جانش در خطر هست، اینا را ما برشون یک پیشنهاد میدیم. به این وجه به این معنی است که تضمینی باشد. پیشنهاد ما این است که شما به سفارت ایالات متحده آمریکا مراجعه بکنید با اسناد و دلایل بسیار قوی. در افغانستان خود سفارت نداره، در کشورهای دیگه، در ایران هم امکانش نیست، در کشورهای دیگه شما اسناد کافی را در اونجا ارائه بکنید، دلیل از اینکه شما قطعاً در دیگه کشور امکانش نیست و شما باید ایالات متحده پناهنده شید، در اون صورت اسنادهای خود در اونجا تسلیم بکنید و امکانش بسیار کم یک احتمالی وجود داره که این کار شود. در غیر از او وطندارا خود زحمت ندهند، مهاجرت کار ساده و آسانی نیست و بسیار سخت و پروسه طولانی است. کسایی که از راه های زمینی به مرزهای اروپا خود رساندن و با اروپا هم در کمپا هستن، اونا میفهمند که شرایط مهاجرت چقدر سخت است. کسایی هم که تازه از کابل به آمریکا آمده، اینا هم معلوماتی لازم داره که ما در یک فرصت بعدی برای شما خواهیم گفت.